دیگه لحله افتاده بودیم از گرما. امروز خیلی سرده. امروز ببین یه باد سرد. امروز حرفه‌ای‌تر شدیم. پرفشنال شدیم. الان دیگه واقعا سری چادر. دیروز هوا چون 35 درجه بود، خب امروز یه دفعه شد 14 درجه. حتی آبم کف کرده. نگاه کن. صحبت واقعا بخیر. آقا دیشب ما نتونستیم جا پیدا کنیم. نوره اینجا و چون تاریک به نوره بیم از اینجا دیگه خیلی تاریکی که اینجا دیشب نتونستیم جا رو پیدا کنیم به خاطر اینکه همه ما پیدا کردیم. آره تا پر اولا بعد دیگه تاریک شده بود. تاریک هم که خود دیگه خطرناکه دیگه نمیشه. برای همین دیگه هتل شلسوس رو گرفتیم و منم نه هنوز بیدار نشده. اولین و آخرین بار منم بیدار نشدم. نه دیگه تو این سفر قرار بود دیگه هفته یه بار هتل میریم، ولی مثل دیروز نمیریم. نه دیروز اتفاق بعدی افتادیم بودی که ما 12 ساعت رانندگی کردیم. آیا اشتباهی آدم با رانندگی کم کنه که خسته نباشه جاشو پیدا کنه، خلاص همه چی روکه کنه، شلسوس نشه. دیروز خیلی شلسوس بودیم آقا، اینجوری بگم اثراتش هنوز مونده. بریم صبحونه رو بزنیم و روزمون رو شروع کنیم. چکریم صبحانه شلسوس رو بزنیم. در شلسوس شده دیگه. آره اشکام نکردم. داریم پیدا میکنیم جا رو. تازه تجربه ما خب کمه دیگه، میگن این سفر رو مثلا تجربه رو زیاد میکنه. ما تا حالا اینجور سفر نداشتیم. چادر ها همیشه هتل و خیلی چیز بوده، ولی خب خواستیم خودمون رو تست کنیم. آخه این چیز جدید، من چیز جدید یاد بگیریم. زیاد فقط جدید یاد نگیریم چون خیلی ممکنه بی جا بشه. صبحونه رو بزنیم که بریم جا رو اول پیدا کنیم، ببینیم امروز بریم استکهلم یا فردا. خب حرکت به سمت کمپ جدیدی که هیله خانوم پیدا کرد. دمت گرم. خواهش می‌کنم. بریم یه سه روزی رو اونجا اتراق کنیم. یعنی نه به اون گرمای دیروز، نه به هوای امروز. هوای امروز ابری یه مقدار شده، ولی خب خنکه، خیلی باحاله. چکریم. یه جارم پیدا کردیم. یک ساعت فاصله داره تا استکهلم، ولی خیلی قشنگه برای چادر زدن و حتما فیلمشو می‌گیریم که شما ببینید. اونجا بریم اتراق کنیم و بعد یا امروز یا فردا فکر کنم امروز حتما میریم. بریم به سمت استکهلم ببینیم چه شکلی و چه جوریه و شما را همراه کنیم رفقا. ما اومدیم یه خرید کوچولویی بکنیم که بریم قبل اینکه کم کنیم. و فعلا این میوه اسم این چی بود؟ آشتاله بود؟ نمیدونم چی. یکی از دوستانم گفت خیلی خوبه قیمت ها رو بگید. تصمیم داریم از این بعد قیمت ها رو بگیم. چه بدی داره نیده؟ خیلی جالبه. این شد یک کیلو. این یک کیلوه یا چقدر؟ یک کیلو. یک کیلو 3 یورو. شلسوس. سالادم که اصلا باید زد هر روز با ناریل مشغوله. سالادم تقریبا 2.5 یورو. پنیرها اینجا داره خیلی اینا خوشمزه است. کرمی لامصبی الان با سیر و پاپریکا. تقریبا 1.5 یورو میشه قیمتش. باز قیمتش خیلی بهتر نسبت به نروژ. حالا من یورو میگم اینجا البته کرونه، ولی خب یورو میگم که شما عمره داشته باشید. این هم از خرید تخم مرغمون که میشه 32 کرون، تقریبا میشه 3 یورو. حالا بریم یه دسر خیلی باحال بذار من پیدا کنم. اینجا یه دسری هست پروتئینی هست، یعنی از اون هم شیرینه. نداره اینجا اینه این دسر شلسوسو؟ فکر کنم اینجاست. اینا آره اینا. این خیلی باحاله. یک و خورده یورو هم هستش. پروتئین و هم شیرین هم خوشمزه، هم پروتئینه دیگه، باحال. چرت و پرت نیست. بگیریم برای بعد از شام. بعد ما تصمیم داریم خیلی شلسوس آروم آروم وزنمون هم کم کنیم تو این سفر. کلا مثلا خودمون خیلی از شکلاتای با شکر دوست داریم، خب ما از اینا خیلی می‌خوریم. حالا تصمیم داریم مثلا توی سفر بیشتر این پروتئین و بارای پروتئین و ورزش رو بخوریم، چون پروتئین بدن تامین میشه لامصب. اینجا هم خیلی انتخابای مختلف داره. دور از بدن بین 2 تا 2.5 یورو هم هست. دیروز دیگه لحله افتاده بودیم از گرما. امروز خیلی سرده. امروز ببین یه باد سردی میاد، ولی من حال میکنم، دوست دارم. کلن هم این خرید بچه ها، این پلاستیکی که خریدیم خواهی یکم، چون پروتئین و شکلات پروتئین رو یکم گرونتر. کلن شد 35 یورو. مثلا یه چیزایی که دینشون دادم دیگه. این قیمتایی که فعلا دیگه قراره از این بعد قیمتا رو بگیم. حالا اونجا هم که داریم میگیم، میگم که هر شبش قیمت اونجا که داریم چادر میزنیم چی و شرایطش چیه که قیمتا هم دستتون بیاد. بد نیست. ایده خوبی بود دوست ما داد تو کامنتا. شما اگه ایده جالبی دارید بچه‌ها حتما تو کامنتا بریم ما بذارید. والله به خدا
خب اومدیم که دیگه یکم لباسم گرم‌تر کردیم، یکم سرد شد لامصب، هیلم خودشو پوشش داد و بریم کلید نه، بریم جای چادر زدن رو پیدا کنیم، یعنی بریم از این رسپشنش بپرسیم که آقا کجا باید چادر رو بزنیم. هیله میگم تاریک، من خدا رو شکر امروز مثل دیروز نشد. بچه طبیعتی اون پشت آب و چه سرده. آره عوام خوره، خیلی خنک و باحاله. اینم پارکشو حالا سعی میکنم فردا حتی فیلم های هوایی هم بگیرم تو این طبیعت. فردا یه فیلم هوای ریز بگیریم. آره یه فیلم ریز میگیرم. نگاه کن از اون گرمو خدا اینو باشم دیگه سر. آره سرد شد. بعد جالبه دیگه کمپینگ ها تو اروپا اینجوری نه کنید بچه ها، دشتشویه مثلا کسایی که ویلچر دارن هموم و دشتشویی هم داره، هیله هم که اینجا هست و اون ساحل هم که میبینید، یعنی اکثر جایی که شما کمپینگ های تو اروپا بغل یه جایی که میتونید آبتنی هم بکنید و جلوی در بسته میشه بعد ساعت 7 شب و حالا نمیدونم اینجا اونا رفتن 24 ساعته چند تا سیکوریتی هم اینجا راه میره، حواسش هست، یعنی خیلی سیفه. خلاصه که تو این جای خوشگل قرار امروز بمونیم و فردا هم یه ساعت راه داریم بریم استکهلم. امروز نمیریم چون تا چادر رو برپا کنیم اون ایده رفته همانگی رو انجام بده، تا چادر رو برپا کنیم طول میکشه، غذایی بزنیم و حال کنیم و چیل کنیم و شله سوز شیم، فردا بریم استکهلم فیلمای خوشگلش رو براتون بگیریم و خودمونم ببینیم. جایی هم داره که بهش میگن شسک بچه ها، یعنی جایی که این چیزه مثلا تاریک شد این شابه و شکلات و پفک و چیپس اینا رو میفروشه، معمولا تو این کمپینگ ها هستش بستنی و اینا که اینجا میفروشن و کارتو میکشی شده سوزو. ما اینجا دیگه حق انتخاب هم داریم که چادر رو کجا بزنیم، مثلا این همه جاهایی که خالیه ما شماره در انتخاب کردیم. کلید هم میدن، این کلید حالا برای چی بچه ها؟ برای دشتشویی و حمومه که هر وقت دوست داشتی میتونی با کلید بری تو و دشتشویی و بری تو حموم و قفلش کنی. چقدر شدید خانم؟ قیمتش هم بگیم 15 یورو. 15 یورو شد؟ یه شب 15 یورو. آها شبی هم 15 یورو. بچه ها چادر اگه بخواد تو این کمپ بزنید، خب به خاطر اینکه هم حموم داره هم دوش داره هم دیگه یه جای خوب و صاف و میتونید چادر بزنید، یه همچین ویو خوشگلی داره و 24 ساعت هم که نگهبانی داره و درش هم که بسته میشه خطرناک نیست، پس یه جای امنه. شبی 15 یورو. ولی به خاطر ما ماشین ما میاریم سه یورو گرونتره. سه یورو فقط؟ آره. اگه ماشین نمیاریم 12 یورو. آها یه چیز برای شادور. دمت گرم فارسی حرف زدی. مرسی ایله جون، مرسی قربون تو برم، در رو باز کن که من این ماشین شلسوسو بیارم تو، خستم از رانندگی. شماره در رو پیدا کردیم، روبرونم بچه ها کمپینگ کردن و ما هم قراره اینجا چادر رو بپا کنیم و یه دو سه روز رو اینجا بمونیم. این خدای امروز ایله من نها کن شلسوس جان من نها کن. امروز حرفه‌ای تر شدیم، پرفشنال شدیم واقعا، سری چادر رو زدیم و خیلی ردیف حرفه‌ای شدیم دیگه تو چادر زدن. اتراق کنیم و بریم سمت نهار وگنمون، با احترام به تمام بچه‌هایی که وگنن ولی ما بعضی وقتا وگنیم نه همیشه. یه خوبی این کمپینگ داره اینه که بعضی کمپ یعنی اکثر کمپینگ‌ها چون اینجوری فریزر رو داره، یخچال رو داره که شما میتونید اسم خودتون رو باکستون بنویسید بذارید توی یخچال، گاز داره برای گرم کردن غذا، فرم که اگه پیتزا دوست داشتید ما امروز بخوام لوبیا رو بزنیم و بعدم با و میز و صندلی هم میذارن اون که شما میتونید مثلا غذاتون رو اینجا بخورید، چند تا یخچال هم هست و یه همچین ویوی هم داره. این کمپینگ های توی سوئد قرار میله هم که صحبت رو بغل گرفته داره صحبت میکنه و توضیحات رو داره میده که ما داریم چی کار میکنیم. شب سوس از آلمان اومدن آم گذاشتیم فعلا غذا اینجا گرم شه، آب داغ هم برای چای و حالش رو ببریم. سلام، ما رو از داخل پذیرایی خونمون یعنی چادرمون پذیرا باشید. سلام ایلو جون. سلام، سالاد رو درست کن، دمت گرم، غذا رو بزنیم. امروز احساس ویژیتریانی دارم با احترام به دوستایی که ویژیتریانن و خیلی بهشون احترام میذارم چون افکار خودشون دارن و به همه افکار به نظر من آره؟ باید احترام گذاشت. آفرین. ولی حرفش شد
نباید افکار خودمون رو به دیگران اجبار بگیم باید تو همین کارو بکنی. مثلا اگه تو ویجیتریانی تو نباید به من بگی نه تو نباید حیوان بخوری، یا من اگه مثلا حیوان میخورم نباید تو بگم چرا ویجیتریانی. نه. آره نه، من میتونم با تو سر یه سفره بشینم. آره. من گوشتمو بخورم. آره. تو غذای ویجیتری گیاهی تو بخوری، درسته؟ آره درسته. ولی میتونیم با هم بهترین باشیم. آفرین. بهتره هیچ وقت تو هیچ چیزی افکار هم رو مسخره نکنیم و به هم احترام بذاریم. این هم صحبت انگیزشی شلسوس امروزه. چه صحبت کردی؟ غذا رو دیدم بلبل شدن. روکولا بود؟ روکولا. آره. اینو معمولا ایتالیا رو پیتزاشو میریزن. آره. نون جو یه کنسروی که از مرغ و لوبیا غذا رو بزنی به بدن یه جون این غذا رو دیدی دیگه شلو. ولی من عاشق سالاد و سبزیجاتم کنار غذا. بزنیم به بعد. یه پیاده روی ریزی بکنیم چون بارون من نتونستیم تو چادر بودیم. الان ممکنه بارون بیاد. ما لوسی رو بارونی پوشوندیم. چه بارونی داره ایله؟ آره. یه چیزو بال بچه‌ها اینو می‌بینید بالای این ماشینه که الان پشت سر منم هست. اینجوری گرفتم طرف یهو نگه چرا دارید ماشینم فیلم می‌گیری. ما رو نزن اینجا شلو بل نکنه شلسوس. این خیلی باحاله که این روبروی هم داره بالای ماشینش. چادرایی که بالای سقف میبندن و هر جای دیگه پابده نگه میدن و چادر میدن بالا. خیلی باحاله. اومده بودیم خلوته بود خیلی آمدن، ولی هوای مدار ابری و سرده. 14 دیروز 35 درجه، امروز من الان چکم 14 درجه. چی بگم؟ بریم تو جنگم. هیله تخمه رد همین تخمه ها رو بگیری یا به ایرانی میرسیم یا مثلا کشورهای همسایه دیگه، میدونی عراق و افغانستان و پاکستان هم فکر کنم تخمه میخورن. نمیدونم، من یه دوست پاکستانی داشتم. آره تو سیاد اصلا خیلیه. خلاصه رد و تخمه ها رو بگیری به یکی از این نژادها میرسیم. چیه لوسی لباس درم از چه لسوس؟ رسیدیم به این منظره قشنگ. خلاصه که این تخمه واقعا خوردنش رو میخواستم بگم وسط حرف رفت، خیلی خوبه، یعنی خیلی خوبه. من هیلدنم خلاصه بعد از سالها تونستم تخمه آفتاب گردون خور کنم و اول یادم هیلده میخواست تخمه بخوره. هیلده یادته؟ میخواستی تخمه بخوری چقدر سخت بود؟ خیلی سخته. خیلی. الان بذار بیاد از نزدیک ازش بپرسم. هیلده ببین دیروز ما استایل من چیز بگم، دیروز هوا چون 35 درجه بود خب آه. امروز یه دفعه شد 14 درجه، حتی آبم کف کرده. نگاه کن این کفه خاطر نده آب کف کنه. آب از این آب و هوا کف کرده. پیله داشتم میگفتم که تورم بعد از سالها تخمه آفتاب گردون خور کردم. آره الان هیله بچه خیلی تونتون قبلا مثلا خیلی. مثلا من میتونستم نیم کیلو بخورم توی 20 دقیقه، هیله مثلا 10 تا دونه میخورد توی یه ساعت. خیلی سخته. ولی الان دیگه تخمه آفتاب گردون خور شد و خیلی هم دوست داره، چون واقعا به نظر من بین چیپس و پفک و اینا تخمه آفتاب گردون خیلی هم مقوی و باحاله. دمت گرم. خوشمزه است. از این بابت هم ایرانیت کردیم شلسوس. هیله لوسی اردک فکر کنم دوست داره، داره میره سمت اردک‌ها شلسوس. فردا دوستان از همین طبیعت زیبایی که اینجا هست و کلن اون پشت میخوام با درونم یعنی هلیکشات بدم بالا و فیلم های هوایی بگیرم و این منظر زیبا رو با شما هم شریک کنم. آفقیله از این ورم بخوام بگیرم، نگاه کنید اونجا جایی که ما چادر زدیم بعضی با ماشیناشون اومدن و این طبیعت زیبا جلوی روی قضیه است که بعد پیاده روی میرید میرسید به اون آبی که اونجا کف کرده. کلن طبیعت زیبایی داره، طبیعتش اگه نگاه کنید واقعا مثل شمال خودمون میمونه. یعنی من برای همین میگم، همیشه میگم احساس غربت نمی کنم توی
این کشور مثل نروژ یا سوئد، چون خیلی خیلی شبام سرد شده، من اینجوری خودمو دیگه چیز کردم بستم، خیلی شبیه شمال خودمونه. ولی جا داره به شمال خودمون خیلی بیشتر برسن، چون ما من خودم بچه رشتم و میدونم دیگه خیلی جنگل های خوشگل و بکری داریم که متاسفانه هیچ رسیدگی بهش نمیشه، میشه خیلی جای خوشگل توش درست کرده و خیلی باحال میشه دیگه برای و البته که توریست هم بیاد که بتونه این زیبایی رو ببینه و مردم و کشور خودمون رو حال کنه. ولی به هر حال جاتون خالی برای وچ. خب بعد از دیروزی که اینقدر سخت بود و امروز هم میگم باحال بود و راحت بود و حال کردیم ولی امین بله. دیروز یه چیزی بد داشت و یه چیزی خوب داشت. خوبش چی بود عشقم؟ تو دیگه مو منو کوتاه کرد. آره من مو ای در صبح کوتاه کردم. دستت هم نکن. حالا بگذاریم دیگه، امروز رو بریم استراحت کنیم، بریم بخوابیم که فردا دیگه واقعا بریم به سمت استکهلم و استکهلم رو ببینیم. ما هر روز میگیم فردا میریم استکهلم. نه ولی خب ما آروم آروم گفتم مثلا این سفر جاده و مناظر. ولی امروز نگو ما میریم اون اینور اونور اینور. میگه ما میریم سمت چیزه. نه ولی جاده و مناظر همه چی رو تعیین میکنه. سر بچه ها رو در نریم تا ولاگ بعدی. و این ولاگ ها رو گفتم سریالی دارن، باز توپخ زدم ولی من کات نمی کنم، همینجوری دامو میدم. اینا رو دارم سریالی درست میکنم چون به هم ربط داره. پس تا ولاگ بعدی خدافز خدافز چطوریم.